بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خدا چیزی رو حروم کرد گفته نخور، نمیخواسته که این حراما رو ذخیره کنه بده به فرشتگانش بخورن، حرام امام صادق میفرماید یا برای جسم ضرر داره یا برای روان. خدا گفته گوشت خوک حرامه، میگن خب ما گوشت خوک رو میبریم تو دستگاه های بسیار مهم فیزیکی و شیمیایی، تمام ضرراش و میکروباش رو میگیریم، تبدیلش میکنیم به یه گوشت سالم، حالا کجاش حرامه؟ بازم حرامه. چرا حرامه؟ چون ما ترکیبی از بدن و روانیم. گوشت خوک ممکنه تو دستگاه زیانشو بگیرن ولی زیانای روحیشو نمیتونن بگیرن. اصلا دستگاهی وجود نداره که زیان معنوی گوشت حرام رو بگیرن. اگر خدا فرموده حرامه، فلسفه حرمت ضرره. فقط پدر مهربان، مادر مهربان وارد آشپزخونه میشه، 10 دقیقه قبل توی شیشه تمیز برای پاک کردن یه مش لکه رو سرامیکا و کاشیا و لباسا بنزین سفید تو این شیشه پر کردم. شیشه بلوری، بنزین سفید، الان اومده تو آشپزخونه شیشه رو پر کرده ببره، میبینه بچه 5-6 سالش داره میره طرف شیشه به خیال اینکه آب برداره، ناله میزنه مادر، پدر متغیر میشه، شیشه رو بلند میکنه، بچه شروع میکنه زار زار گریه کردن. پدر کار بدی کرده؟ پدر خیلی کار خوبی کرده. مادر کار بدی کرده؟ خیلی کار خوبی کرده. بچه چرا داره گریه میکنه؟ بچه اشتباه میکنه، گریه نکنه. چون اگه این شیشه بنزین رو برمیداشت به عنوان آب خوردن میخورد، بنزین زبون و عصبها و ماهیچه ها و مری و نای و تا معده رو همه رو میسوزوند، تیکه تیکه میکرد. اگر خدا گفته حرام، رو عشقش به بشر گفته حرام. بخلی در کار نبوده. ما نمیتونیم به اون پدری بگیم خیلی آدم بخیلی هستی و شیشه رو بده بچه بخوره. اصلا اینجا جای گفتن این حرفه. واقعا این پدر بخیله یا این پدر عشقه؟ این مادر بخیله یا این مادر کانون محبته؟ هر دو میبینن بچه اگه بنزین بخوره ضرر میکنه، میمیره، امعا و احشاش زخم میشه. این عشقه که اگه خدا میگه گوشت خوک نخورین، عشقه که میگه نخورین، عشق به انسان. میبینه گوشت خوک برای خوردن خلق نشده، که خوک در نظام آفرینش جاش درست، جاش درسته، جاش اینی بیارن بکشن گوشتشو تیکه تیکه کنن بسته بندی کنن بفروشن. جای انگور اینه که تو دیس بیچینن، تو سبد بیچینن، برگم بغلش بذارن، یه دوتا گل روزم بذارن روش، بیارن تو مهمون خونه همه بیشینن دوره هم بخورن. جای انگور همینجاست،
برای چند جور بیماری هم خوبه. جای انگور مشروب شدن نیست، اون انحرافیه. وقتی مشروب میشه الکل درش خیلی بالاست، ضرر داره. چون ضرر داره گفته حرامه، از عشقش هم گفته حرامه، بنده هاشو دوست داره، ضرر بنده هاشو نمیخواد. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار که نبرمت، باید بگزینی تو یکی زینس خطر را. یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، یا یه لیوان مشروب بخور که من کاری نداشته باشم. یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، یا آن که بشکنی از مادر خود سر و بر را. اگه میخوای چشم بپوشم، یا بلندشو بابا تو بکش. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را. لکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را. نوشید دو جامی و چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر. اگه میگه حرومه، چون ضرر داره. هر چی هم در این عالم ضرر قابل توجهی نداره حلال. این ملاک دینه، ملاک اسلامه.